سرخط خبرها هشدار از احتمال آبخیزی در تاجیکستان روسیه دادن نفقه به حربیان را بس میکند و ترامپ گفت به هنرپیشه فیلم های فحش را پول نداده است سلام بیننده های عزیز با امیدی صحتی شما نویدی بامدادی را از دوشنبه تقدیمتون میکنیم امروز چهارشنبه 5 اپریل است کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به اگنتی آب و هواشناسی خبر می‌دهد که تا 7 اپریل سال روان در نواحی کوهی و نزدیک کوهی و نواحی تابع جمهوری بارون شدید می‌بارد. به اطلاع منبع بارون‌ها خطر احتمالی بالا رفتن سطح آب رودخانه‌ها را در پی دارند و احتمال افزودن شماری صدمه‌ها در راه‌ها بخصوص در راه‌های کوهی و عقبه‌ها و محدود شدن حرکت ماشین‌ها بر اثر خطر سیل‌ها وجود دارد. کمیته خاطر رسان کرده است که در کشور خطر ترمفرایی باقی مانده است و بار دیگر با اصرار از اهالی درخواست کرده است تا حد امکان از سفر و سیر و گشت به کوه‌ها جمع‌آوری زنبورق و رستنی‌های دارواری ماهیداری و شکار خودداری کنند و قاعده‌های بی‌خطری را رعایت نمایند دونالد ترامپ سابق رئیس جمهوری آمریکا پس از 2 ساعت اعلان اتهام علیه او بینای دادگاه را ترک کرد پرزیدنت سابق در دادگاه نیویورک نسبت 34 بند اتهام در پرونده تقلب اسناد تجاری خود را بی‌گناه دانست. این پرونده با تحقیق پرداخت پول به یک هنرپیشه فیلم های پرنگرافی و فحشا برای حق سکوت مربوط است. دونالد ترامپ نخستین پرزیدنت سابق آمریکا شد که به جنایت گمان بر است. اعلان اتهام با او در هفته گذشته از نظر بعضی ناظران در خارج همچون امتحانی برای سنجش اعتبار نظام سیاسی حقوقی این کشور ارزیابی می شود. دونالد ترامپ را هیئت داوران نیویورک با پرداخت 130,000 دلار حق سکوت به هنرپیشه فیلم های پرنگرافی چند هفته پیش از انتخابات پرزیدنتی سال 2016 گمان بر اعلان کرد. ترامپ اتهام و قانون شکنی ها را رد کرد و دادستان ناحیه منهتن الوین برگی دموکرات را به بدنام کردن خود در آستانه انتخابات سال 2024 عیبدار نمود. پرزیدنت جو بایدن را درباره نگرانی ها از احتمال نمایش های اعتراضی پرسیدند. او گفت: نه، من درباره اتهام ترامپ گپ نمیزنم. معاش کم و نرخ های بلند و نبودن کاری مناسب از مشکلی هایی هستند که ساکنان در نظر سنجی سری روحی زیاد شکایت میکنند. اما این بار خبرنگار رادیو آزادی از ساکنان پرسید که درباره پهلوهای خوب زندگیشون نقل کنند. پاسخ آنها را همراه میبینیم. طرف پهلوی خود ما اکی شکر خدا جای کار داریم کار میکنیم خیلی 4,000 زیاد ماش در کار کستیم یکم مشکلی نداریم بچه و سه دختر ما از خدای طالا طلب کدگیم همین دادگی بود من دو بچه و یک دختر را گروندگیم دو دختر و یک بچه هم هستم هزار باش شد بچه ما در رسیه کار میکنم یاشی یاشی روان میکنه هم خود خدا گشتم. تری یکمین در تاجیکستان هر رات هستم. هر راتی چهارم درجه. من با هنری خودم افتخار میکنم. چند قدری که مهنتی حلال کنید همو قدر زندگی حلال و آسایش هم میبینید. خوشحالی ما خیلی مقصد چیکار بیان در خیلی آزادانه نمیگردیم در وطن و وطن تنجی همونه خیلی در نزد پدر مادر مونیم خیلی همه یک خیلی بگم دمو یک خوشحالی های یک خرسندی های زندگی هم خیلی شفاور بود خدا به شکر اویلا فرزندو نبیره و کار میکردم کار دویمی داشتم حضر اکنون نفقه خور حضر اکنون بسیار کچوب میبرویم کم تروب میکردم تماشو میکنم لذت میبرم خدا رو شکر میگویم هوای فورم همه چیز ما هست با چی بگو زنیم دیگه خوبی هستی که پدر مدار در نظر ما هست در وطن تینجا ارامی زندگی میکنیم بود همه قدر میدونم بود چی گم اویلا دور فرزند دور خوشبختی آدم همه یه چی خوشبختی ای پول دا بیشتره بیننده های عزیز شما هم می توانید نظر خود را زیر این برنامه به ما نویسید. مؤسسه نشریه عرفان کتابی را نشر کرده است که با ساکنان صرفه انرژی الکتریکی را می آموزاند. خبرگزاری دولتی خاور از قبل دایرکتور این نشریه خبر داده است که
کتاب معلومات ابتدایی درباره اصول های تولید، انتقال، استفاده و صرفه انرژی الکتریکی در منزل استقامتی، کارخانه و تشکیلات، مؤسسه های فرهنگی و فراغتی و دیگر تشکیلات گیر آورده شده است. کتاب یا دستور عمل اصول های تولید، انتقال، استفاده و صرفه انرژی الکتریکی نام داشته، با تعدادی قریب 500 نسخه به تب رسیده است. با صرفه استفاده نمودن برق و انرژی سالهاس از زبان مسئولین برق تاجیک صدا می‌دهد، اما اکثر ساکنان در گذشته از آن شکایت کرده بودند که با وجود صرفه کاری تیرماه زمستان مردم ساعت‌ها به برق می‌مانند. ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه قانون درباره بیکار کردن سوزشنامه تأمین نفقه به کارمندان حربی و اهل اویله آنها و سغورتای دولتی حربیان از کشورهای اتحادی دولتهای مستقل را امضا کرد. در شرح قانون ها گفته شده است که نفقه آن حربیان از کشورهای اتحادی دولتهای مستقل که تا لغو سوزشنامه نفقه خود را درست کردند بازبینی نمی شود و روسیه همچنان نفقه آنها را پرداخت خواهد کرد. طبر خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به سامانه رسمی معلوماتی حقوقی روسیه خبر می‌دهد، سازشنامه درباره تأمین نفقه مرزبانان از کشورهای اتحادی دولت‌های مستقل و اهل اویله آنها نیز بیکار کرده شده است. در شرح مقامات روسیه همچنین گفته می‌شود که این قراردادهای سال 1992 مربوط به آنهایی بود که به دلیل‌های چون مهاجرت به روسیه می‌آمدند، ولی در سال‌های اخیر برای گرفتن نفقه روسی شماری طرف بیشتری آنها مراجعت می‌کردند که نه در صف قواهای مسلح شوروی و نه در روسیه خدمت نکردند. سازشنامه که 15 می 1992 از طرف روسیه، آذربایجان، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان، مولدو، تاجیکستان، ازبکستان و اوکراین امضا شده بود، روسیه به افسرانی که در این کشورها به نفقه می برآمدند و می خواستند نفقه بگیرند پول نفقه می داد. از این امتیاز حربیان زیادی از تاجیکستان استفاده می بردند و هزاران افسر تاجیک بعدی به نفقه رفتند به روسیه رفته برای خود نفقه روسی درست می کردند، چون که حجم نفقه در روسیه نظر به تاجیکستان خیلی زیادتر است. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی خبر می دهد. تاریخ شناسان میگویند ماه اپریل سال 849 اسماعیل سامانی تولد شده است که بعداً اساسگذاری اولین دولتی متمرکزی تاجیکان سامانیان شد. او 58 سال عمر دید و از مقام والی بخارا تا امیر ماورالنهر و خراسان و دولتی سامانیان رسید. بعد کسب استقلالیت جمهوری تاجیکستان، حکومت اسماعیل سامانی را به یک رمز احیای دولت تاجیکان تبدیل داد و مجسمه‌اش در مرکز شهر دوشنبه قامت افروخته بسیار رمزها و نشانه‌ها مثل پول ملی، کوچه و شهرها، سابق قله کمونیسم نامی اسماعیل سامانی را گرفت. 5 اپریل را سازمان ملل متحد روز آزادی وجدان نامیده است که به خاطر وصف بلندترین ارزش‌های انسانی مثل احترام به انسان و حقوق بشر، گوناگون اندیشی، دین و اعتقاد و صلح‌آفرینی ایجاد شده است. بند یکمی اعلامیه حقوق بشر میگوید همه انسان‌ها آزاد و برابر حقوق تولد شدند و باید با یک دیگر مناسبتی برابرانه داشته باشند. یک هدف انسانه یادآوری از ارزش های صلح و تحمل پذیری و پیشگیری از نزاع و جنگ ها در سیاره می باشد. 5 اپریل سال 1996 در شهر چینی شانخای راهبران 5 کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و چین گروه سیاسی 5 گانه شانخای را تأسیس دادند که به یک همایش سیاسی دو بازیگر عظیم منطقوی تبدیل شد. سال 2001 به این گروه ازبکستان هم وارد شد و نامش سازمان همکاری های شانخای گردید. این یکی از محفل های سیاسی مهمی می باشد که برای هماهنگسازی و تعیین سمت‌گیری های سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و پکین و مسکو روانه شده است. بانک ملی ارزش اسعار خارجی را برای امروز 5 اپریل چنین تعیین کرده است. برنامه را اینجا به پایان می رسانیم. برای همراهی از شما سپاس گذاریم. خیر، خدا نگهبانتان.